جایی که گرمه. مهاجرینی که میرن به میان به اروپا میشن گرمن، جرمن. این جرمن ها ایرانی هست. استاد فریدون جنیدی بزرگترین استاد تاریخ ایرانه. ایشون صدها کتاب رو نظارت بر نوشتنش داشته، صدها دانشجو رو سافریده و و و و و فریدون جنیدی خودش بوته. برید ببینید کیه. ایشون میگه، میگه سپاهان، در سروده دکتر مصطفی بادکوبیان بود که میگه سپاهان یک سوی خراسانی یک سوی سپاهانی. سپاهان یعنی همین اصفهان و اصفهان همون اسپاین، میگه اسپانیایی ها و مهاجران هستند. ایرلند ایر، اما ایران استان ایران. ایرلندی چرا اینقدر ایرانی ها رو دوست دارن؟ و دیگه تو بگیر اروپا مهاجران آریایی ایرانی هستند، نه اینکه در فلات ایران هند و اروپایی اومدید. چرت تازی هاست، باز چرت بیگانگان، چرت رومی هاست، دروغ است. هند و اروپایی ما نداریم، هند و اروپایی ما نداریم، آریایی داریم. آریایی ها مهاجرت کردن از فلات ایران به این جا اومدن. اینا رو دکتر فریدون جنیدی کتاب شو بخون. بعد ولی این عرب ها تفلی ها که چون تو صحرا و اینا خاک و خل و اینا سیاه سوخت و بران بودن، میبینید که حضرت علی رو اوجوری میکشن، بقیهشون هم همینجور بودن. حتی مسیحیان عزیز، مسیحا میدونید که مسیح فرم کنه، عیسی مسیح از خودمونه، بچه ایران. عیسی مسیح تو ایران تحصیل کردی، در رابطه هم باز نوشته ها هست سخنا ببینید. ولی با همینا عیسی مسیح هم یهودیه دیگه، شرقیه، موهاش فرفری بوده، چهرهش هم سیاه سوخته بوده، چون صحرایی بوده، چون از اونجا ما رفته مهاجرت کرده. الان شما ببینید تمام تصویری که از 98% عیسی مسیح هست، بلند و موهاش رنگی و خوشگل و فلان اینا، بگن آریایی میتونیش بودن، آریایی. خب اون هیتلر بیشرف، چون میبینید اینها در اروپا ضد یهودی هستن و تون اروپایی خیلی ضد یهودی هستن. اروپایی ها جنگ های زیادی ضد یهود کردن، قتل عام های زیادی ضد یهودی کردن. اصلا قرون وسطا جنگ هایی که شروع میشه، صلیبی ها که اینا میرن میخوان بیت المقدس رو فتح کنن، میخوان از یهودی ها بگیرن. یهودی کشی اینقدر اینا رو انداختن در طول تاریخ، همین غربی ها. ولی یهود کسیه که نمیاد هی بگه. الان هیتلر هایی میگن آخرینشه، بهش یکی رو بستن اینا، ولی بقیه رو نمیگن، نمیگن چه بلایی سر اینا آوردن. حماس که آخرینش نبود که رفت زد تو جشن یک فستیوال رو جور با هم زد که تا قبل از همین حماس من یادتون رفته با چاقو میزد تو خیامون آدم تو این پاریس سر موردن یهودی ها پردن. شیوه از همون ابتدای اسلام بود، ایرانی آریایی با یهودی. اصلا یکی اصلا یهودی تبارشون ایرانیه، مثل کرد، مثل خراسانی، مثل بلوچ، مثل سیستانی، مثل هر کسی. حالا بعضی وقتا به شوخی میگن این بنیامین نتانیاهو یا بچه ایجا هسته، از بده مشکست هم یزدیه، خیلی ایرانی زیاد داریم اونجا، خیلی زیاد داریم. من سیروس عزیزم هم رئیس فرهنگ سرای سیروس هست اونجا، بیمار شده، براش تندرستی آرزو دارم، از بهترین رفیقای من اونجا و سیروس حکیمی عزیز، در حالش هر جزوتر خوب بشه. ولی من از این اسحاقیان رفیقمون پرسیدم، گفتم میدونی که میگن بنیامین ایرانی، نگفت نه. ولی حالا دو نسل نسل یه قصبلی نسلشون از قبل برمیگرده اونجا، چون اینجا خواستگاه بشر و تمدن که فلات ایران بوده، تبارهای اینجوری هم از اونجا برخواسته. حالا با همه اینهایی که عرض کردم، از این بعد افتخار کنید به آریایی بودن، به کار ببرید آریایی بودن رو، از کسی نترسید، تحت تاثیر کسی قرار نگیرید، هی قافیاتون میخواد جوری آریایی هستین، نترسید، در دام بنی هاشم سادات تازی نیفتید، نیفتید. حالا میرسیم به این نامردایی که ترتیب ایران رو دارن میدن روز روز، آخوندا و ارباباشون. نه ارباب هم دارن، ارباب هم دارن، ارباباشون همون یکی که اقسام قوی تره، یکی تمام حزبای چپول مپول مارکسیستی کمونیستی از قبل ساختن و بردن لبنان و سوریه و
لیبی و کوبا و آلبانی و اینا اون موقع بردن اینا رو آموزش دادن فرستادن علیه پادشاه چه کردن آدم خوشه همینا. الان پوتین شما دیدید که پوتین دیدید پدافنداره پنج تا پدافند دیگه داده بود پول میلیارد گرفت بود را و تو بقیه رو حرف زیاده نمیخوام زیاد وارد این موارد بشم براتون ولی یک کار دیگه که شما بینید اسرائیل بهش حمله کرده هر روش هم جانتی بوده یعنی زی ساختارا رو نزدن هم چون که خواست بودیم ولی کلن باز زدن رو مخالفیم و پالشگاه نفتی رو نزده بود چون اینا به زودی مال خود ایران میشه ولی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه باز نشون بده که ضد آریایی است باز نشون بده که بیگانه در ایران حاکمه چیکار کرد یک جوان سابق آورد جمشید شارمهد رو کشت داریش از خون جوان آره وطن من نمیدونم چی بگم فقط وقتی این دختر عزیزشو و پسرشو میبینم که اینها پدر باید بالا سرشون باشه پدری که میدونید اختراعات در تکنولوژی انفرماتیک زمانه ما کرده این که به چند زبان الان همه چیزا صحبت میکنه واتساپ میزنی تلگرام میزنی چند زبانی میشه میتونی مترجم داشته باشی این رو جمشید شارمهد مخترعشه یکی از کاراش جمشید شارمهد یک مخ علمی بود جدا از اندیشه های سیاسیش اینها زن میکشن از قبل بارها بهتون گفته بودم تأکید کردم پیش از این که رئیسی رو بکشن بارها بهتون گفتم که رئیسی انجام نمیده حجاب اجباری رو فلان فلان گفتم بزنید هر که حجاب اجباری یادتونه چند بار گفتم بزنید چون شما پیروز شدین دختر ما پیروز شدن نیکا پیروز شد روسری سوزان ها پیروز شدن باز بنی هاشمی رو نمیخواد شما بگین روسری سوزان ها رو باید بگید روسری سوزوندن باید نشون بدید دیگه کار به جایی رسید که خود دیکتاتور تهران اومد رسما اعلام کرد که حجاب در ایران آزاده حالا با همین حرفی که سید علی زده شما هر کی کوچکترین مزاحمتی براتون ایجاد کرد بر اساس همین سند بذارید زیر دست پلهش کنید زن بود، مرد بود، پیر بود، جوان بود، بتنش اینا رو به جون هم بندازید و کوچکترین مقام مسئول بی همه چیزی که بخواد مزاحم زنان و دختران آریایی ما بشه که خون دادن بچه های ما دخترمون خون و جان دادن برای این که به دست آوردن بزنیدشون محکم از قبل بهتون گفتم الان سخنی سید علی رو دارید سخنی سدلی باشه بگو مردی که تو مخالف رهبر چلاقت هستی مخالف شی این خودش گفته تو چی میگی بزنیدش کونگ فو کاراته تکواندو کانونهای شورشی شما بزنید پشت سر شماست میاد کانونهای شورشی خوشبختانه یک اشرف پاک یک دخت نازنین رعنا و یک ایران همه با شرف همه قهرمان همه کانونهای شورشی بزنید اینا رو بزنیدشون آزادی از همینجا شروع میشه که یاد بگیری بزنی وگرنه نه امام زمانیست که برای نجات تو میاد این برای سر تو شیر به مالان هست نه از خارج کسی میاد برای نجات شما دیپلماسی جهانیست تو سازمان ملل یک سرفایی شما باید خودتون بلند شید
چند بار بلند شدین؟ این دفعه که بلند شین ایران را آزاد میکنید. ایران آریایی، ایران آریایی، نترسید. مکتب آریایی، نترسید. نگن بهتون که یادآوری اون پفلیز میشه 6 میلیون کشته. بگید مردی که اصلا قیافه چلاق و اولاق و زپرتی و سختش میمد که آریایی باشه اصلا. ولی شما خوشگلا رو ببینید، نه این آریایی هم خوشگلا ببین، این یکیشون مال اوور دنیاست، یکیشون مال اوور دنیاست، دوتا ریشه ایرانی، اینا ایرانی هم آریایی هم. در برابر این چولاق ها بدترکیب های تازی که همیشه آدرس عوضی میدن. ما مخالف کسی نیستیم، اینه که من میگم مخالفت با عربستان سعودی نیست، ولی خبر دار به شما میدم. آقا از پیش از انقلاب پول انقلاب رو عربستان سعودی داد، همچنان که دیدید شنیدید انگلیس ها گفتن. تو الان آقا هر رادیو هر روزنامه در می آمد از اون قدیم پول عربستان سعودی میداد، تا الان هم اونجور. حالا میخوان دارن مدیرش یه کیسه بدن ننه تو، عمه تو، عموی تو، یا با هویتی بیاد از یه کشور دیگه. ولی اونی که پول نمیده خره، اون پول میگیره، حقوق میگیره. من شاهد بودم دوستان عزیزم که بسیار اینجا نبرد مبارزه اونجا اونجا اینجا 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 پول میاد. اسرائیل نیست که میده، آمریکا نیست که میده، فرانسه پول به کسی نمیده، پول عربستان سعودیه. بانک زد تو این پاریس، یه بانک زد که بتونه پولا رو بده. داریش هم بسیار گفتیم. خب این که دشمن تو بنی هاشم که اینا مال بنی امیه هستن، حالا اگه وهابی هستن چون به اونا میخورن، به اون بچه های دیگه قصه ابن کلاب میخورن، تبارهاش دیگه گذاشتن براتون روزی ندارم. خب اینها این درگیری های خانوادگی خودشون رو نمیگه که پسر عمومه که. حالا هر سید دیگه بره و بیاد جاشی که خاتمی باشه، یکی موسوی باشه، یکی چون دیدید که همین هم نشون دادن الان اصلاح طلب ها الان بیشتر از هر کسی از رژیم و علی قامری داره حمایت میکنه، بیشتر از هر کسی. یعنی شما این گوله رو هم نزنن تو که سید دیگه بگن بهتر از این سیده بود، نه. ولی با همه اینا شما ببینید تمامی اینها آدرس عوضی دادن میدن. از اون اول مرگ بر صهیونیست، مرگ بر امپریالیست، مرگ بر صهیونیست، مرگ بر امپریالیست، آدرس عوضی میدن. چون همه اینا رو با پول عربستان سعودی بود که عراق و سوریه و لیبی و دیگه آلبانی انور خوجه به این تروریستا و مارکسیستا و چپول مپولا پول میداد و همه اینا. بعد یارو میگفتن آقا یارو پول هواپیمای آقای خمینی داد چند میلیون. بابا یارو که درآمدش به جا نمیرسید. او یارو یار من خیلی میشناختم، اینجا یه کفه میرفتیم کفه تو پاریس میخوردیم، پول کفر من میدادم خوشحال میشد، اصرار نمیکرد که پول کفر بده. بدبخت. اینا رو نمیدونید، یاد بگیرید بفهمید. پولا از همون صندوق اصلی مکه و مدینه بلاک روک میاد و میومد، پولا از اونجا میاد. نمیگه که خود ما میان بده بیه میدن به اکبر آقا، اکبر آقا حسین آقا اینا رو تقسیم کن، اونو تقسیم میکنن. بعد یک سری افرادی که اصلا کشته شدن اینجا توی قضا یا اینا بخاطر اینکه پولا رو زدن اون آماده اینا میخوان پرمدون رو باز کنن. آدرس عوضی میدادن آقا مرد بر اسرائیل، این یهودی ها چکار کردن، این امریکا چه بدبخت بیچاره. پسر عموتونه دعوا دارین با پسر عموتون، برین تاریخ رو مردم بخونید، برید تاریخ رو بخونید، جنگ بنی هاشم و برادرش رو بفهمین از کی بوده تا کی. فرزندان قصه ابن کلاب تا به امروز. پروانه میخوام که باتون خداحافظی بکنم، دستان گرم شما میفشارم، از برادر مهربانم مهندس امیر شجره سپاسگزارم، از بانو مرجان جان عزیزم بسیار سپاسگزار هستم، زحمات زیادی میکشه، و از کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی سپاسگزارم. این که شما به همین آریایی بودن یعنی چی رو میرسونید، فرزندانتون از شما سپاسگزار خواهند بود. تاریخ ایران، تاریخ ایران از زمان هرمزان و ابن ملجم مرادی بگیر تا کسانی که رفتن
حجر الاسود برداشتن، قرامته بودن و چه بودن و سندباد بودن، تمامی گروه های جانبرکف بابک خرمدینی، نهایت